بسم الله الرحمن الرحيم. حديثي رحمت. السلام علیکم همراهان و شنوندگان خوبی رادیو مهر. برنامه حدیثی رحمت تقدیم شما مهربانان. مدینه حیدرزاده هستم و امیدوارم در هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. اسلام به کارهای دست جمعی اهمیت ویژه می دهد و مسلمانان را تشویق می کند تا در کارهای خیر با یکدیگر مشارکت کنند. یکی از این کارهای شایسته نماز جمعه است که هم از نظر عبادی و هم از نظر سیاسی بسیار در اسلام تاکید شده است. اما دوستان توجه داشته باشیم که اسلام دینی زمانوی است و هرگز به ضرر مسلمانان حکم نمی کند. پس در شرایط کنونی که ویروس کرونا و کووید 19 در تاجیکستان پیدا شده است، تا حد امکان از حضور در تجمعات باید خودداری کنیم. اما اکنون از شما دعوت می کنم تا صحبت‌های استاد نصیب الله عمرو را درباره اهمیت نماز جمعه بشنویم. ولی شرکت و تشکیل این نماز پرفضیلت و با شکوه را می‌گذاریم برای وقتی که ویروس کرونا از شهر و دیارمان بیرون رود ان شاء الله. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب صحیح خود حدیث از پیامبر را تحت عنوان 834 از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت می کنند که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند مردی که در روز جمعه غسل بگیرد در حد توان خود را پاکیزه کند، بر خود روغن بزند و یا از خوشبویی خاندانش بر خود بمالد، سپس از خانه خارج شود و در مسجد میان دو نفر را قطع نکند، سپس نمازی را که بر اوست بگذارد و هنگامی که امام سخن میگوید خاموش بنشیند، پس از این همه هر آینه گناهان او هر چه میان این جمعه و جمعه دیگری باشد آمرزیده شود. ای سکه سروری به نامت، ای برتر از انبیا مقامت، قدر همه گفته ها فروش است
لطفی که نهفته در کلامت. ای پرتو تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی. ای پرتو تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی. در توضیح این حدیث چند نکته را بیان می کنم. نماز جمعه از فرائض مهم هفتگی است و احادیث زیادی در فضیلت نماز جمعه وارد شده است که حدیث مورد بحث نمونه از آن احادیث است. نماز جمعه نماز جامعی است که فقط به صورت جماعت برگزار کردن آن صحیح می باشد. بنابراین از آیه 9 تا به آخر سوره جمعه به این مطلب پرداخته است. نماز جمعه همان نماز هفته‌ای است که لازم است در آن مسلمانان گرد هم آیند، با هم ملاقات داشته باشند. خطبه های آن نماز که یادآوری نام خدا و تقوا و پرهیز از گناه باشد گوش فرا بدهند. نماز جمعه عبادتی است که بنابر روش اسلامی برنامه های دنیا و آخرت مسلمانان را در چارچوب نظم واحد و در لابلای عبادت یگانه سامان می بخشد. بنابراین در نماز جمعه دو عبادت بزرگ نهفته است. یکی برگزاری نماز جمعه و راز و نیاز با خدا با جماعت قابل توجه و دیگری رسیدگی و تنظیم امور مهم جامعه مسلمانان. حدیث شریف گویای مستحبات و آداب حضور در نماز جمعه می باشد. غسل جمعه را انجام دادن و خود را جهت شرکت در نماز جمعه پاکیزه کردن مورد توجه رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است. روغن زدن به بدن و یا استعمال خوشبویی تکمیل کننده پاکیزگی انسان خواهد بود، ولذا این دو مطلب جداگانه قید شده است. مسلمانی که جهت حضور در نماز جمعه وارد مسجد می شود، علاوه بر پاکیزگی، خوشبویی و آراستگی ظاهری، از زیبایی معنوی نیز بهره بجوید و به خود اجازه ندهد که به کسی از حاضرین در مسجد کمترین اذیتی را روا بدارد. میان دو نفر را قطع نکند، یعنی از وسط و بالای کتف و شانه دو نفری که در مسجد و در صف نماز نشسته اند عبور نکند که سبب اذیت و آزار آنان خواهد بود. ظاهراً مراد از نمازی که یاد شد نماز مستحبی است که هنگام ورود به مسجد خوانده می شود، یعنی نماز تحیت مسجد، نه نماز فرض جمعه، چون در حدیث گوش دادن به خطبه ها را بعد از آن ذکر نموده است و معلوم است که خطبه های نماز جمعه قبل از اقامه نماز جمعه ایراد می شود. سکوت کردن و گوش دادن به خطبه های نماز جمعه موضوعیت دارد و مهم است، به حدی که حکم وجوب دارد. حدیث شریف در کل این حقیقت را بیان می کند که حسنات و کارهای نیک نابود کننده سیئات و کارهای بد است. مراد از جمعه دیگر جمعه قبلی است. کسی که در نماز جمعه حاضر شود و آداب و ارکان نماز جمعه را کاملا انجام دهد، گناهان یک هفته او را خداوند بیامرزد و مورد بخشش قرار دهد. یعنی از جمعه گذشته تا این جمعه که وارد مسجد شد و آداب و ارکان نماز جمعه را کاملا مراعات کرد. و نکته پایانی این است که خداوند رحمان و رحیم همیشه به دنبال بهانه است تا گناهان بندگان خود را بیامرزد، و این خود بر ضرورت امیدواری جدی بنده نسبت به رحمت الهی اشاره ضمنی دارد که همواره به رحمت خداوند تبارک و تعالی امیدوار باشیم و با انجام کارهای نیک کارهای ناشایست گذشته خودمون رو
مورد آمرزش خداوند قرار بدهیم که خدا رحمان و رحیم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب. تقدير و تشكر از استاد گرامی و شما شنوندگانی همیشه همراه. در این لحظات عزیز هیچ چیز به اندازه دعا بدیل آدم نمی نشیند. پس مهربان خدای من، شاد کن دل را که گرفته و دلتنگ است. به نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است. خداوندا امیدوار کن کسی را که ناامید به آستانت آمده و بگیر دستانی که اکنون به سوی تو بلند است. بار الها مستجاب کن دعای کسی که با اشکهایش تو را صدا می زند و حامی آن دل باش که تنها شده است. با دست های مهربانت، با تمام قدرت و عظمت و تواناییت ببار رحمتت را بر بندگانت. آمین ای مهربان ترین. تا برنامه و حدیث دیگر، خداوند پشت و پناهتان.